با درود فراوان به شما عزیزان، به یکی دیگر از برنامه های فرزند پروری نوین خوش آمدید. من دکتر فرجان زینی هستم، روان درمانگر و مشاور خانواده، خانم دکتر نیکول جعفری که استاد دانشگاه هستند و تخصصشون در پرورش کلن انسان، پرورش انسان در حقیقت هستن و رشد انسان، و خانم آیلین مانوکیان که کاندیدای دکترا هستن در پرورش کودکان و بنیانگذار جم ایژوکیر هستند. با سلام به همه شما عزیزان. با درود به همه شما خانم دکتر فرجان زینی و دوستداران برنامه فرزند پروری نوین. منم سلام عرض میکنم به همه بینندگان و شما خانم دکتر زینی و خانم دکتر نیکول جعفری. همچنین. خب امروز شاید صحبتی بکنیم راجع به اینه که در خانواده هایی که چند فرزند دارن، وقتی که فرزند ها در کنار هم هستن، هر صورت یک رقابت به خصوصی به وجود میاد درشون، مخصوصا اینه که فرزند اول که میاد که خب دیگه بالاخره پرنس و پرنسس اونجا داره حسابی لذت میبره، تمام توجه ها رو داره میگیره، و اینی که هر قسمت زندگی رو برای اولین بار هم خودش تجربه میکنه، هم پدر و مادر برای اولین بار همه چیز رو تجربه میکنن. بچه دوم که میاد، خب بچه اولی مقدار ناراحت ممکنه بشه که چی شده، این کی اومده تمام توجه از من داره میگیره و جای منو داره میگیره و اسباب بازی منو داره میگیره، و بچه دوم قاعدتا داره تو تجربه‌ای بزرگ میشه که یکی بالا سرشه و هی داره زودتر از اون جلو میره، با سرعت همه کارا رو داره انجام میده، این هنوز نمیتونه اون کارا رو انجام بده. و خب وقتی که سومی و چهارمی میاد که دیگه میتونین حدس بزنین هر کدوم اینا یه شکل دیگه ای میگیره. در خانواده ای نیست و در انسانی نیست که در حقیقت تجربه رقابت بین خواهر و برادرها اتفاق نیفته. و دوست داریم امروز صحبت بکنیم راجع به این که چطور میتونیم حداقل این رقابت ها رو شاید یه مقدار سلامت بهش بدیم، و چجوری پدر و مادرها میتونن با فرزندانشون که سنین مختلف دارن و دختر یا پسر هستن چجوری باشن که شاید این رقابت‌ها گونه سالم‌تری بگیره و در اونها قدرتی رو به وجود بیاره برای آینده، تا اینی که مثل عقده‌ای بشه براشون و درد براشون بیاره. بفرمایید. خب من خانم مانوکیان من شروع کنم؟ خواهش می‌کنم، بفرمایید. خب بریم سراغ اصلا اینی که چه نوع رابطه هایی میتونیم ببینیم به طور کل توی بین خواهر برادران. تا اونجایی که تحقیق نشون داده چند سری رابطه دیده شده. یکی رابطه همون رقابتی هستش که خانم دکتر زینی شما بهش اشاره کردید، یعنی این رابطه ها چجوری دیده شده توی تحقیق، اونم رابطه هایی بوده که پدر مادرها تا حدی مسئول ایجاد این نوع رابطه ها بودن. یکیش رابطه رقابتیه که پدر مادر بچه‌ها رو در مقابل همدیگه قرار میدن. خب نظرشون هم اینه که با این رقابت بچه‌ها رو تشویق به پیشرفت و پشت کار میکنن، که البته این جزء رابطه صحیح نیست. یه رابطه دیگه هم که رابطه ای هستش که رابطه دوریه، یعنی چون فاصله بین خواهر برادرها زیاده، ما هم نمیتونن اون کانکشن یا اون رابطه صمیمی رو ایجاد بکنن. و یه رابطه هم هستش که چون فاصله سنیشون خیلی کمه، اینا با هم خیلی دوست میشن و به جای اینه که فقط خواهر و برادر باشن، دقیقا دوست همدیگه هم میشن. یه رابطه دیگه هم هستش که رابطه فرزند پروریه، و اون وقتی که توی خانواده‌های مخصوصا سنتی فرهنگی دیده شده که خواهر بزرگتر مخصوصا، حالا برادر بزرگتر هم ممکنه مسئولیت زیادی به عهده‌اش بذارن، ولی خواهر برادرای بزرگتر میشن مسئول نگهداری بچه‌های کوچیک‌تر. این رابطه ها تا اونجایی که نشون داده شده هیچ کدوم رابطه سالمی نمیتونه باشه، همچون شما اشاره کردید بهش خانم زینی، که بتونیم یه رابطه سالمی ایجاد بکنیم. حالا پدر مادرها در مرحله اول خب باید شناخت مشکل رو داشته باشن، یعنی نگاه بکنن ببینن که آیا هیچ کدوم از این روابط ناسالم بین فرزندانشون هست، دیده میشه، حالا به چه دلیلی ایجاد شده اونو میریم راجبش صحبت میکنیم. ولی همینی که خودشون شناخت داشته باشن از اینکه چه نوع رابطه ای هست و اگر این رابطه ناسالمه کدوم یکی از این رابطه ها هستش، که بعد این میشه به صراحت مسئولیت پدر مادر با چند تا شناخت. شناخت از شخصیت هر کدوم از بچه ها، قبول کردن اینی که هر کدوم از بچه ها خصوصیات شخصیتی خودشونو دارن. یه خواهر و برادر اگر واقعا دوقلوی
یکسان نباشن، حتی دو قلوهایی هم که همزاد هستن یکسان هستن، اونها هم نشون داده شده که محیط روشون اثر میذاره، نمیشه ازشون انتظار داشت که عین هم دیگه باشن. در نتیجه پدرمادرها باید قبول کنن وقتی که رابطه رقابتی درست میکنن بین خواهر و برادر، ممکنه یکیشون توی یک حوزه خوب باشه، یکی دیگرشون توی حوزه دیگه خوب باشه، و اینا رو وقتی در مقابل هم رقیب میذارن ممکنه نتونن از پسش بر بیان، و اصلا درست نیست که اینجور رقابت های ناسلام رو بین بچه ها ایجاد کنن. در نتیجه میتونم خلاصه کنم که وهله اول باید شناخت این باشه که آیا رابطه ناسالمی هست. اگر هست کدوم یکی از این روابط ناسالمه، پدر مادر باید شناخت از شخصیت بچه ها داشته باشن، تفاوت های شخصیتشون رو در نظر بگیرن و قبول کنن و سعی کنن که از اینجور روابط ناسالم ایجاد کردن بین فرزندانشون اجتناب کنن. خیلی درست بود حرفایی که زدین. من فقط چند تا مثال میخوام بزنم که یه ذره برای بینندگان و شنوندگان عزیز این موضوع بهتر درک بشه. بعضی وقتا به عنوان مادر و پدر بچه ها ما کارایی میکنیم و حرفایی میزنیم که خودمون متوجه نمیشیم داریم رقابت ایجاد میکنیم. برای بچه های خیلی کوچیک، تا بچه هایی که زیر 2 سال با هم دیگه تفاوت سنی دارن، یعنی بالای 2.5 سال وقتی تفاوت سنی دارن، بچه بزرگتر میفهمه این یه بچه دیگه است، داره میاد ذوق میکنه، میخواد باش یه ذره بازی کنه، اولش فکر میکنه عروسکه، بعدش دیگه به پدر و مادر بستگی داره که چطوری بچه بزرگ رو توی اینی که این بچه کوچیکتر رو چجوری بزرگش بکنیم میارن و با خودشون شریک میکنن، نه به عنوان کسی که باید ازش نگهداری بکنه، ولی به عنوان کسی که حالا جز عضوی از خانواده ماست، ما باید باش کار کنیم. بچه های زیر 2.5 سال وقتی بچه دیگه ای داره میاد، احساس میکنن که من بودم که خیلی مهم بودم، این کیه که اومده جای منو گرفته، چرا من باید حالا برم توی یه تخت دیگه بخوابم، این بره پیش مامان و بابای من بخوابه، و متوجه نمیشن چه اتفاقی داره میفته، فکر میکنن بچه کوچیکتر اومده که جای خودش رو بگیره. پدر مادر رو متاسفانه بعضی وقتا متوجه نمیشن که کارهایی که بچه بزرگتر داره انجام میده وقتی بچه کوچیکتر حتی به دنیا نیومده، هنوز توی شکم مادرشه، به خاطر اینه که بچه بزرگتر احساس این رو داره که من نمیدونم چه اتفاقی داره میفته، فقط میدونم داره زندگیم عوض میشه به کل، تا آخر عمرم دیگه زندگیم اینی نمیشه که تو این 2 سال بوده. و شروع میکنن بچه های بزرگتر عکس العملایی نشون دادن که پدر و مادر رو بیشتر به جای اینه که یه جوری آرومشون بکنن، به طرز صحیح باشون رفتار کنن که آروم بشه، بعضی وقتا بچه رو بدتر توی ناراحتی و اضطراب میندازن. بعد دیگه بچه بزرگتر و بچه کوچکتر که اومد، شروع میکنه حرکات دیگه ای نشون دادن، مثلا بچه که هیچ وقت چیزی پرت نمیکرد شروع میکنه پرت کردن، بچه که هیچ جیغی نمیزد تا موقع 2.5 سال بچه جدید که میاد شروع میکنه جیغ زدن، یا میخواد پستونک بخوره، هیچ وقت پستونک نمیخورد، یا دیگه از دایپر اومده بیرون حالا دوباره باید بره پادی ترین بشه، خودش هم میشه یه بچه کوچولو، ادای بچه کوچیکا رو در میاره که اون بچه کوچیک جاشو نگیره. و حتی اشاره کردیم به دوقلوها، بعضی وقتا خیلی بانمکه که دوتا بچه که شبیه همن یا شبیه هم نیستن، فقط اندازشون یکسانه، لباسای شبیه بپوشن، برای آدم های بزرگتر این خیلی بانمکه، برای بچه های کوچیک بعضی وقتا تاثیر خوبی نداره. همونجوری که شما فرمودین، بچه ها هر کدومشون اخلاقای به خصوص خودشون رو دارن، توی یک چیزی خیلی قوی تر هم، توی یک چیزی ضعیف تر هم. اگه بچه ها درست با هم دیگه بار بیان، یعنی بینشون رقابت به وجود نیاد، میتونن خیلی خوب به هم دیگه کمک کنن و اون قسمتی که یکی قوی تره به اون یکی کمک میکنه، اون یکی هم باهاش میاد بالا. یه بچه این موسیقی دوست داره، اون یکی دوست داره بره فوتبال بازی کنه. حالا اگه دو قلو هستن، بعضی وقتا به خاطر اینی که مادر پدرشون میگن ما تفاوت بینشون نذاریم، به زور هر دوتا رو میبرن فوتبال بازی کنن، به زور هم هر دوتا رو میبرن موسیقی، ولی بچه از این کار لذتی نمیبره. پس شناخت داشتن از بچه ها که هر کدوم چه چیزی رو دوست دارن، بهشون این
اجازه رو بدیم که خودشون انتخاب کنن، حتی لباساشونو ازشون بپرسیم تو چی میخوای بپوشی، ببرنشون مغازه تو کدوم رو میخوای بخریم برات، اجازه بدین هر بچه شخصیت خودش رو داشته باشه و رقابت رو کمتر بکنیم بینشون. وقتی که زنم بزرگتر میشن، جالبه که هر کدوم از بچه ها معمولاً اگر از نظر ژنتیکلی و نظر شخصیتی تمپرمنت یک مقدار نزدیک باشن به یکی از پدر و مادرها، قاعدتاً با همون پدر و مادر بیشتر عجین میشن و اینو میبینیم در پدر و مادرها که همیشه میگن یک کدوم از بچه ها یکمی نزدیکتره به من، من حسم بهش خیلی نزدیکتره تا اون یکی، با اون یکی مشکل به وجود میاد، این یکی عین خودمه. در نتیجه بین بچه‌ها حتی این نوع رقابت پیش میاد، چون یه دفعه میبینن مامانشون نزدیکه به یک کسی، باباشون نزدیکه به یک کسی. و اگر که در خانواده دو تا بچه باشه، هر کدومشون هم تقریبا یکیش نزدیک بشه به مادر یکی به پدر، باز ما گرفتاری نداریم. ولی بچه سوم و چهارم که هیچ کسی نیست که بهش وصل بشه، و یا اینی که اگر یک مادر یا پدری کلا حضور احساسی یا حتی حضور فیزیکی، مثلا کسایی که خیلی ساعت‌ها کار میکنن، نداشته باشن، در نتیجه این رقابتی رو که به وجود میاد حتی در وصل بودن به یکی به مادر فرزند سنگین میشه براشون و بعد خودشون رو عقب میکشن. بچه‌ها که بزرگ میشن یادتون باشه اونا مدرسه که میرن با یه گروه دیگه هم به رقابت میافتن، مثلا وقتی که کلاس اول میرن اونها قاعدتا به خاطر اینکه نمره میگیرن برای کارشون و درسشون، یه رقابت نوع دیگه رو توی تجربه میکنن توی فضای مدرسه و بعد برمیگردن یک نوع رقابت دیگه رو دارن توی فضای خونه. و بعد بزرگتر که میشن رقابت ها روی اینکه کی درسش بهتره، کی فوتبال بهتر بازی میکنه، کی احساسی تره، کی توانایی هایی داره که اون یکی نداره، خیلی بیشتر خودش رو نشون میده تا بچه های کوچیک. در نتیجه اونجا یه دفعه میبینین که بچه ممکنه که این تجربه رو بر خودش به وجود بیاره از اینی که خودش توانایی نداره، نه فقط از اینی که از پدر و مادرش چی گرفته، چون مثلا کوچیک در که هستن عکس العمل یا اون برداشتی رو که دارن بیشتر از جایگاهی که پدر یا مادر چی بهشون میگه است. وقتی بزرگتر میشن و دارن میرن خودشون رو با جامعه هم رقیب میدونن و توانایی هاشون رو دارن مشخص میکنن، خیلی بیشتر اون وقت اون از تجربه خودشون فکر میکنن که ببین من مثلا بلد نیستم فوتبال به خوبی اون بازی کنم، یا مثلا تو مدرسه به اندازه خوبی نیستم، یا درست نمیتونم این موسیقی که همه ماها داریم باید یاد بگیریم انجام بدم. از بیشتر به خودش میاد که من توانایی ندارم، خوب نیستم، بد هستم، و به خودش اینو قانع میکنه. وقتی که به نوجوانی میرسن، اگر که این فضای رقابت بوده، اون موقع دیگه خودشون عقب میکشن. نوجوانی یک فضاییه که خیلی بیشتر توی این رقابت ها ممکنه که یکی که بزرگتره اون یکی رو کاملا، چون رشدی که اتفاق میفته تو نوجوانی خیلی فاحشه، مثلا ممکنه یه 7 ساله و 8 ساله و 9 ساله اونقدر با هم فاحش نباشه که 13 ساله تا 15 ساله خیلی این مشخصه، نیازها انقدر با هم دیگه متفاوته و تقریبا از سن 10 سالگی به بالا نیست فضای سوپریوریتی اینفریوریتی که من بهترم من بالاترم به وجود میاد. خیلی بیشتر میبینیم که یکی از خواهر برادرای بزرگ به اون یکی کوچیک حسابی فشار میاره و زور میاره و تا بتونه این رقابتشو نشون میده که من بهتر از تو هم. به نوجوانی که میرسه معمولا اون کسی که یه مقدار زور گرفته و خورده خودش رو ممکنه خیلی عقب بکشه، ببره خودش رو توی انزوا و کار دیگه نداشته باشه. و بعضی موقع میبینین که نوجوانان اصلا با که حرفم دیگه تو خونه نمیزنن و کاملا هم دیگه خودشون رو دفع میکنن از هم دیگه، تا حالا دیگه بزرگ شدن از خونه ها برن بیرون، بعد دوباره به عنوان بالغ و آدمایی که بالغ شدن بیان با هم دیگه ارتباط های دیگه رو به وجود بیارن. این مواردی که داشتیم صحبت میکردین راجع به اینه که چطور پدر و مادر باید حضور داشته باشن که با اینی که متوجه بشن که فرزندانشون یک مسیر طبیعی رو توی رقابت قراره که جلو ببرن، حسودی بکنن به هم دیگه، اون یکی رو خراب بکنن، بیان اگه اون یکی کاری داره انجام میده فوری به پدر مادر بگن که خودشون رو بالا ببرن، و حتی بین خواهر برادر دوتاشون با هم تیم بشن برعکس اون یکی، بعد دوباره تیم عوض میشه، هر کسی اون موقع به نفعش باشه با یکی دیگه تیم میشه، که پدر و مادر چجوری حضور داشته باشن که این یه فضای طبیعیه و
و شروع بکنن که سعی کنن اون تعادل رو به وجود بیارن، عشقشون رو به هر دو بدن، سرسه هرچه مقداری دارن، جایگاه های خصوصی پیدا کنن که هر کدومشون ارتباط خصوصی خودشون رو با هر کدوم از فرزندها نگه دارن. هر کدوم مثلا ممکنه یه فامیلی تایم داشته باشن که با هم هم، ولی هر مادر میتونه زمان خصوصی یک ساعت در هفته با هر کدوم از فرزنداش داشته باشه و پدر این کار رو بکنه. چه ارتباط های خصوصی هم به وجود میاد که هر کدوم از بچه ها حس اینی که من سپیشال هستم رو دوباره داشته باشن، که من تو اون شخص رو برای خودم دارم و بدونن چی کار میکنن. این فضا خیلی مهمه و همونجور که خانم مارکی هم میگفت، دانش اینی که کدوم جملات من داره مخصوصا تو اینها رقابت میندازه و چه جوری ممکنه که اونها رو از همدیگه دور بکنه و چقدر خطرناکه وقتی که خود پدر و مادر دارن این فضا رو به وجود میارن و خطر و تأثیر بدش رو اگر متوجه بشن، بعد دیگه ممکنه پیدا کنن که چه جوری. و اینو حتی اگر مادر بزرگا و پدر بزرگا دارن انجام میدن، مثلا یکیشون میاد میگه که این نوه من خیلی بیشتر به من میرسه، تو خیلی بدی که به من نمیرسه، و دقیقاً دوباره میبینید اون رقابت رو دارن به وجود میارن بین بچه‌ها و یا نوه‌ها. و اینجا کار پدر و مادره که برگردن به پدر و مادر خودشون بگن که مواظب باشین چون دلم نمیخواد این درد رو بکشه یا ناراحت بشه، و اونجا بتونن این فضا رو یه مقدار تعادل بهش بدن. علی صحبت از تعادل شده، اتفاقا فکر می‌کنم بعد نیست یکم بیشتر راجع به این تعادل صحبت کنیم، چجوری اصلا میشه این تعادل رو ایجاد کرد. این تعادل رو خب اولا پدر مادر باید ایجاد بکنن، چون بچه‌ها هنوز به اون حالتی نرسیدن که اینو چیزا رو درک بکنن، حل مشکلات بکنن. اون تعادل رو پدر مادر میتونن بین بچه‌هاشون جوری برقرار بکنن که با در نظر گرفتن شخصیت بچه، عادت‌های بچه، توانایی‌های بچه، مهارت‌های بچه، سن بچه، اینه که دختر یا پسر، بچه اوله، بچه دومه، بچه سومه، اگه بچه چهارمی هم هستش، تمام این ریزکاری‌ها رو باید پدر مادر در نظر بگیرن و جوری که میتونن این تعادل رو برقرار بکنن، باید واقعا با همدیگه هم پدر هم مادر صحبت بکنن. ببینن مثلا بچه 13 ساله شما الان تلفن میخواد، تلفن مثلا سمارت فون میخواد، درسته؟ تلفن از این تلفن های هوشیار، همه کار میکنه. بعد خب شما میگه اوکی، تولد 13 سالگی براش میخرید. بعد بچه 9 ساله شما میاد میگه چطور اون تلفن داره، من ندارم. این تعادل، خب بچه 9 ساله نمیاد بگه که خب اون 13 سالشه، بزرگتره، خب الان موقعشه که تلفن داشته باشه، تلفن همراه داشته باشه. دیگه اینجوری فکر نمیکنه، میره سراغ اینی که انصاف نیست. بعد ممکنه که اصلا شما اونو بیشتر دوست دارین، شما هیچ وقت برای من هیچی نمیگین، وارد تمام این مسائل ممکنه بشه. و این پدر مادر هستن که باید اونو در نظر بگیرن و به جای اینکه داد و بیداد بکنن و عصبانی بشن، اصلا شاید اصلا متوجه نباشن که این بچه 9 ساله از کجا داره میاد، یعنی نقطه نظر فکریش چیه که داره این حرفا رو میزنه، چرا متوجه نیست که این 13 سالشه، چرا متوجه نیست که این خیلی کوچیک‌تره. ولی از نقطه نظر همدردی باهاش بیان و باور کنید بچه‌ها وقتی که یک حرف منطقی و قانع کننده از پدر مادر میشنون، حاضرن صبر کنن و بچه 9 ساله میشه راحت باهاش صحبت کرد. اول صحبت باید با این باشه که ما درک میکنیم، میدونیم که چرا اینجوری فکر میکنیم، اما به این دلیل. باید دلایلشون رو بیارن. هر خانواده هم ممکنه دلایل خودشو داشته باشه، ممکنه دلایل اقتصادی باشه، دلایل فرهنگی باشه، دلایل ارزش خانوادگی باشه، و اونها رو با بچه 9 ساله در حد توانایی بچه در میون بذارن و بهش هم قول بدن که شما وقتی 13 سالت شد برای شما هم همینو میخریم. بچه ها بیشتر مواقع ممکنه که راضی نباشن، اما قانع میشن و حاضرن هم هستن که صبر بکنن و منتظر فرصت طلایی خودشون باشن. اینی که این تعادل رو پدر مادر باید با به اصطلاح خودشون بین مادر و پدر اینو اول صحبتشو بکنن، بعد با بچه در میون بذارن. بعدم هیچ اشکالی نداره از بچه بپرسن شما فکر میکنی چی انصافه، و خیلی وقتا بچه‌ها خودشون متوجه میشن، میگن خب آره این کاری که شما کردید انصافه، یا شاید هم هنوز قانع نشن، اما بگه آخر سرم میشه گفت قوانین خانواده است، خواهر و برادر شما که 13 سالش صبر کرد، شما باید صبر بکنید. اینی که این صحبت، این دیالوگ، این مکالمه با بچه‌ها وقتی که نارضایتی هست خیلی مهمه، برای که بچه‌ها اگرم که راضی نباشن ولی به هر حال قانع میشن. یکی مسئله تعادل و یکی هم مسئله اینی که خانم مانیکی هم اشاره کردن بهش که
اینه که میگین تو مثل من هستی برای بچه های دیگه، یعنی یه بچه رو نسبت به خودتون میدین. برعکس اینم امکان هستش که باشه بین پدر مادرها، یعنی وقتی که یک شخصیت بچه رو دوست ندارم بهش میگن تو به خانواده بابات رفتی، تو به خانواده مامان رفتی، ما اصلا این چیزا تو خانوادهمون نبوده. خب اینم اشکال ایجاد اشکال میکنه، به خاطر اینکه تفاوت شخصیتی لازمن عیب نیست، یه تفاوته و این تفاوت یه خیلی زمانها ممکنه به کمک فرزند بیاد، به کمک کارهای اجتماعیش بیاد. اینکه لیبل گذاشتن معمولا مضره برای رابطه، ایجاد رابطه سالم بین خواهر برادرها کردن. از لیبل گذاشتن باید تا حد امکان پرهیز کرد. به نکته خیلی جالبی اشاره کردین. یکی از مسائلی که ما داریم اینه که توی فرهنگ ما اینو یاد گرفتیم که همیشه یکی باید مقصر باشه. بچه رو مثلا از اولش که داریم با بچه صحبت میکنیم باید خیلی مواظب باشیم چطوری داریم باهاشون صحبت میکنیم. مثلا خیلی وقتا به خاطر اینکه میخوایم تشویقش کنیم که یه کاری که داره میکنه، مثلا دارن غذا میخورن، دو تا برادرن دارن غذا میخورن، میخوایم تشویقش کنیم که تموم کنه غذاشو، میگیم ببین برادر چه خوب تموم کرد غذاشو، تو هم تموم کن. یا مثلا داره مشق می‌نویسه، دیدی در برادر چقدر خوب نوشت مشقشو، تو هم تموم کن. ولی در اون لحظه به ذهن مادر یا پدر نمیاد که من اینو که دارم میگم دارم مقایسه میکنم، تو ذهن بچه دومی اینه که پس اون برادر دیگم بچه بهتریه که داره مشقشو زودتر می‌نویسه یا داره غذاشو زودتر میخوره، دارن منو مقایسه میکنن، من بچه بدتریم از اون. بر همینم با اینی که فرزند داشتن و مادر یا پدر بودن یکی از مشکل ترین کارهای دنیاست به نظر من، یکی از پرمسئولیت ترین و مشکل ترین کارهای دنیاست، داشتن بیشتر از یک بچه مشکل ترش هم میکنه، به خاطر اینکه حالا شما باید چند تا کار رو با هم دیگه انجام بدین و یکی از مشکل ترین کارها اینه که مطمئن باشین که تفاوت نمیذاریم بین بچه ها و بچه ها این احساس رو نمی کنن که شما دارین تفاوت میذاریم و کوچکترین حرف، کوچکترین اشاره، کوچکترین کاری که داریم میکنیم توی ذهن بچه ممکنه به عنوان این باشه که او دارن تفاوت میذارن، حالا منم باید مثل برادرم باشم، پس هر کاری برادر میکنه خودش هم شروع کنه انجام دادن، خوب یا بد. همونطور که اشاره کردی خیلی خیلی مهمه که ما با بچه ها چطوری داریم صحبت میکنیم، چی داریم بهشون میگیم، با هم دیگه مقایسهشون نکنیم. پدر بزرگ مادر بزرگا رو خانم دکتر زینی اشاره کردن، بیشتر پدر بزرگ مادر بزرگا میگم مثل برادرت برو برو لباساتو بپوش بیا بریم با هم دیگه، یا مثلا مثل خواهرت برو قشنگ بگیر بخواب، دیگه نمیگیم فهم برو بگیر بخواب، حتما باید مثل یکی دیگه داره کارشو انجام میده. از روزی که بچه ها به دنیا میان ما باید مواظب باشیم چطوری داریم باهاشون صحبت میکنیم. خیلی مشکله ولی میتونیم انجامش بدیم. و اگر که تفاوت‌هایی هم می‌ذاریم، چون برصد بعضی موقع‌ها طبیعتشونه که یه نفر بزرگتره ممکنه تفاوت‌هایی بذاریم، یا به خاطر اینکه دختره یا پسره ممکنه که تفاوت‌هایی بذاریم و اون تفاوت‌ها فقط باید توضیح داده بشه و که چطوره که الان چون یک نفر بزرگتره داره این کار انجام میده، چون اگر این دختره مثلا داریم دستشویی دختره ممکنه بخواد بشینه و بعد بشینه، پسره ممکنه مجبور ایستاده دستشویی بکنه، خب تفاوتیه اینجا، ولی توضیح دادن که این تفاوت رفت پیدا میکنه به خاطر اینکه دختره یا پسره. اگر تفاوت‌هایی داره گذاشته میشه برای سن، برای موقعیت، برای شرایط، یکیشون دوستای بیشتری داره، یکیشون منزوی‌تره، ممکنه کسی دوستای بیشتری داره به صورت زمان‌های بیشتری ممکنه بیرون باشه و اجازه داده بشه، خب اون یکی اونو نداره ولی ممکنه چهار تا کار دیگر رو بخواد انجام بده. اگر تفاوت‌هایی هست که داره گذاشته میشه، وقتی که توضیح قانع کننده ای شما دارین میدین، اون توضیحات میواش یواش جا میفته برای اونا. مرسی دکتر جعفری، خانم مانوکیان برای صحبت‌های بسیار عالی. دوستان عزیز اگر سوال‌هایی دارین راجع به فرزند پروریتون به ما میتونین که به سوشال میدیای ما ها سوال‌های خودتون رو بفرستین و اجازه بدین که ما توی این برنامه پاسخ بدیم. سوشال میدیای من هر کدوم بخواید برین دکتر فوجان زین هستش، وبسایت fujan.com، خانم مانوکیان gemeducare.com و خانم دکتر نیکول جعفری که مال شما هم دکتر فکر کنم دکتر نیکول جعفری هست برای سوشال میدیاتون. مرسی از اینی که با ما بودی، تا هفته آینده روز شبتون خوش.